دوستان عزیز، خیلی ممنون که با تلویزیون مردم هستید. برنامه آقای یزدان خدابندلو از آلمان همین الان آغاز میشه و امیدوارم شما هم با دقت به این برنامه توجه کنید. اگر سوالی دارید، اگر نظری دارید، حتما با خود ایشون مستقیما تماس بگیرید. من از ایشون هم خواهش میکنم که شماره تلفن و فیسبوکشون رو که من به شما نشون میدم، شماره تلفن و ایمیلشون رو بگن تا من اینجا بنویسم در طی برنامه شما ببینید که دیگه هیچ عذری از شما دوستان موجه نباشه که بگید من با آقای خدابندلو تماس گرفتم اینجور اونجور. آقای خدابندلو، من در قسمت برنامه خودم توضیح دادم که امروز شما یه مطلب جالبی رو، نقش احزاب در اداره جامعه مدرن، میخواین به اصطلاح مطرح کنید و حتی توضیح دادم که شما از من سوال کردید چرا من جزء حزبی نیستم. آقای خدابندلو، هر کاری کردی الان تصویرت خراب شد. نمیدونم این ماجرای کامپیوتر شما هم یه سیستم چیز شده. در اصل من ساکت میشم، شما صحبت. نمیدونم والله. این آقای خدابندلو بنده خدا رفته از اون شرکتی هم که اینترنت میگیره بهشون گفتن که ما مشکلی نداریم، شاید چون با آمریکا تماس میگیری اینجوره. فکر نمیکنم وب اینترنت اینجوری باشه که چون با آمریکا هستی. ضمن این که چند مدت پیش دوچار اشکال شده بودن برای که کیبل اینترنت در اقیانوس توی آب حتی اونجا هست و گفته بودن یه اشکالایی داره. حالا اونو ول کنیم، بیان به مشکل احزاب در اداره جامعه مدرن. حالا ما میگیم جامعه مدرن، مال ما که مدرن نیست، یا اینکه ترس اینکه من و دیگران جزء حزب نمیشیم چیه؟ ولی من به خاطر که برنامه شما رو به قول معروف درش دخالت نکنم، میشینم گوش میدم و سوالی پرسشی برام پیش بیاد مینویسم، هر وقت که شما وقت کنید من پرسشم رو مطرح میکنم. بفرمایید. درود بر شما آقای سوربی و شنوندگان و بینندگان شما. ابتدا همین مسئله رو توضیح بدم. وقتی من میگم جامعه مدرن، تمرکز من روی ایرانه و شهرهای بزرگ، مخصوصا مثلا کلان شهر تهران، الان دیگه یک دهکده نیست و به صورت ارباب رعیتی هم اداره نمیشه. میلیون ها انسان تحصیل کرده در اونجا هست و با تمام دستاوردهای مادی و معنوی غرب هم که در اختیار همگان قرار گرفته دارن استفاده میکنن. بنابراین ما شهر تهران رو نمیتونیم بیاییم بگیم که یک دهکده است. یک جامعه است مدرن، امروزیه. بنابراین این جامعه برای اداره کردنش طبیعتاً به یک ابزار بسیار نیرومندی به نام حزب نیازمنده که متاسفانه نه در نظام جمهوری اسلامی و نه در نظام شاهنشاهی ما فاقد احزاب مستقل برخواسته از پیکر مردم، یعنی از بدنه از پایین درست شده باشه، نداشتیم. فاقد این بودیم. و امروز جامعه ایران، من در اینجا اشاره کردم که جامعه امروز ایران از آنچه به شدت رنج میبرد تنها حکومت بنیادگرا و ناهنجار اسلامی نیست، بلکه فقدان سازمانهای کارآمد و در رأس همه آنها احزاب برخواسته از پیکر ملت است. زیرا احزاب سیاسی با اتاق فکر مستقل، نقشی برجسته در گسترش دموکراسی، دخالت و بالا بردن اشتراک سیاسی مردم در اداره جامعه، تحرک و پویایی در امور کشور، اجرای منطقی و صحیح انتخابات در گزیدن شایسته ترین افراد، برنامه ریزی و نظرخواهی در امور کلان، زدودن عفونت از روان اشخاص، حذف حسادت ها و کینه ورزی های بی مورد، گسترش آزادی در سطوح گوناگون، استقلال فرد در مقابل جمع، رشد ملی‌گرایی، رویکرد به طبیعت در روان ملت، بالا بردن روحیه مسئولیت پذیری، دادن آموزش سیاسی به ساکنان کشور و جراحی دمل‌های بدخیم از پیکر جامعه، محدود کردن دامنه سالوس‌بازی و ریاکاری‌های مکرامیز ایفا می کنند.
که در عمل جامعه فاقد احزاب برخواسته از پیکر ملت مانند انسانی است بدون ارگان مغز که نقش کارساز، هدایت کننده و مشکل گشای آن امروزه در کشورهای دموکرات و سکولار مورد پذیرش و استقبال عموم قرار گرفته و نهادینه شده است. زیرا به نظر کارشناسان در کشورهای بدون احزاب و تشکیلات نیرومند سیاسی نظام مردم سالار به وجود نمی آید و اگر پدید آید به شدت آسیب پذیر و شکننده خواهد بود که همواره با بحرانهای اجتماعی روبرو می شود. پیدایی حزب ریشه در یونان باستان دارد. اینو من دارم اشاره میکنم به خاطر اینکه نگیم یه پدیده جدیدیه، قبلا هم وجود داشت. اگه به کتاب افلاطون مراجعه کنین، یه کتابی داره به نام جمهوریت و در اونجا درباره احزاب صحبت میکنه. پیدایی حزب ریشه در یونان باستان دارد که مردم به دو گروه پاتریسیان و پلیپین تقسیم شده بودند و خیزشگاه احزاب سیاسی مدرن به انگلستان قرن 19 پس از رفرم مذهب و کوتاه کردن دست روحانیون در امور سیاست و گشایش فضای آزاد در اروپا که منجر به انقلاب فرهنگی و صنعتی گردید که ضرورت وجود سازمان‌های کارآمد و در رأس آنها احزاب به معنای امروزی آن احساس شد و در روند انقلاب دموکراتیک توسعه آیین انتخابی و پارلمانی در کشورهای اروپای صنعتی پا به هستی نهاد. حزب چیست؟ حزب سازمانی است با تشکیلات مرکزی، شعبه‌های متعدد در استان‌ها و افراد گوناگون که دارای اساسنامه و اهداف مشترک بوده و برای کسب قدرت سیاسی جهت تشکیل دولت، اشغال کرسی‌های پارلمان، استانداری و شهرداری‌ها گرد هم می‌آیند و معتقدند چرخ‌های جامعه و ارگان‌های آن بدون احزاب مردمی به خوبی نمی‌چرخد و حکومت مردم بر مردم و عدالت اجتماعی به واقعیت تبدیل نمی‌شود. نظام حزبی در عمل ابزاری است کارآمد در استقرار دموکراسی، سکولاریسم، گسترش آزادی، برخورداری از منافع ملی، ایجاد تعادل در سطوح گوناگون، برنامه ریزی در امور کلان، حفظ استقلال کشور، تمامیت ارضی، منافع ملی، کنترل قدرت، انتقاد از عملکرد غلط دولت، جذب نخبه ها و کارآفرینان به میدان عمل، حذف مقدسات از فرهنگ جامعه، تضمین سلامت روانی شهروندان، احساس شجاعت و جسارت در بیان نظریات، حذف کلان راندخاران، پاک کردن نظام قضایی از فساد، ایجاد رقابت مثبت در بالا بردن کیفیت زندگی، بالا بردن بهداشت و رفاه عمومی و طبیعی است نمیتوان طالب آزادی، گسترش عدالت اجتماعی، سکولاریسم، حکومت لائیک و دموکرات بود اما اهرم اجرایی آنها را نادیده گرفت. بفرمایید میکروفون در اختیار شما. ممنونم از شما. شما امروز گفتید که تهران رو نمیشه مثل یک ده دید، ولی در صحبت‌های قبلیتون شما باورتون بر این بود یا من برداشتم بر این بود که تمام این شهرهای ایران یه سری دهات هستن که فکر میکنن شهر هستن، حتی در رابطه با اون سیستم فاضل آب و اینها هم صحبت کردید. بالاخره حالا تهران و شهرهای ایران شهر هستن یا دهات هستن؟ یعنی اگر ما بخواییم از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی بخواییم بررسی بکنیم که البته کلان شهرها شهر هستن، داد هم داد، اما اگر بخواییم از شاخصهای مدنیت یعنی درجه مدنیتشون رو بخواییم بررسی بکنیم، میبینیم که اینها دهاتهای متورم شدهی هستن. شما همین الانش هم در تهران که نگاه میکنیم میبینیم پدیدهی به نام فاضلاب رو نداره و اکثر فضولات رو زیر همون جا خودشون دفن میکنن و این یکی از پایه‌های بنیادین مدنیتیه، یکی از شاخصهای مهم میشه. این هستش که حالا بحث امروز ما
درباره نقش احزاب هست و من در این متن کوتاه یک صفحه‌ای که برای شما خوندم که در واقع مقدمه ای هستش از یک مقاله بلند 40-50 صفحه‌ای که اگر اینجا میخواستم بخونم طبیعتاً یه مقداری ملال‌آور میشد گوش کردنش برای شنوندگان و بینندگان، اینه که از شما خواهش کردم، گفتم این متن کوتاه رو برای شما میفرستم که در اینجا چندین مطلب مطرح شده که سرخط ها هستن و هر کدوم شما و هر کدوم از آنها شما اگر اشاره بکنید، انگشت بگذارید، من اون رو پروندش رو باز میکنم. بسیار ممنونم از شما. در همین رابطه من برای دوستان توضیح دادم، حتی مثال اون استاد دانشگاهی رو زدم که بعد از تحقیقات و بعد از مطالعات کتابی نوشته ولی نمیاد در اتاق رو باز کنه، کتاب رو بده به دانشجوها و بگه که من میرم در اتاق خودم میشینم، هر کسی سوالی داره بیاد. میاد با مهر و علاقه وقت میذاره، صحبت میکنه، این رو باز میکنه تا دانشجوان جذب بشن، اون وقت هم مطالعه کنن هم بیان بپرسن. در رابطه با پیدایی حرف شما صحبت کردید، من نمیدونم حقیقتا تاریخ ها رو میدونیم همیشه پیروزا نوشتن و یه مقداری هم اشتباهات و قلوب و اینا داخلش هست، ولی مطمئنم تا یکی دو روز دیگه ایرانیا روی فیسبوک به شما حمله میکنن که آقا این چه حرفیه، اگر حزبم بوده ما ایرانیا درست کردیم، داریوش و کوروش و زردوش چنین و چنان، و باید منتظر اونها باشیم. ولی چجوریه که مثلا شما اون قدمت چین، قدمت به اصطلاح اون مایا، اینها مال مکزیک و مال اسپانیشا که بعضی هاشون به 3000 سال و 5000 سال میرسه، اونها یعنی سیستماشون هیچ حزبی چیزی نداشته، همه به صورت به اصطلاح دیکتاتوری بوده یا یه فردی تصمیم میگرفته، ولی یونان به این فکر افتاده که مؤسس حزب باشه و شروع کنن؟ بله، ببینید، همه اونها یعنی این تمدن‌های قدیم از چین و هند و ایران و حتی خود یونان و اون مایام که شما بهش داره اشاره میکنید، تمامشون در هرم سیاستشون یک مجلس اعیان داشتن که همیشه شاه در رأسش قرار میگرفت و مشاورینش پایش بودن. مثلا ما همیشه مثلا میبینی از انوشیروان صحبت میکنیم و وزیر دادیه گستر دیهات که همه اینها یک نخست وزیر داشتن و این نخست وزیر یه هیئت دولت داشت و اینها هیئت دولت در واقع مجلسی داشتن، مجلسانی داشتن، میشستن صحبت میکردن، اما به مفهوم حزب وجود نداشته، حزبی که از درون مردم چیز کرده باشن. شما امروز در این صحبتاتون یه جای اشاره کردید که حتی بعضی از مشاغل برای خودشون اصنافی به وجود آورده بودن و مطالباتشون رو توی اون سنفشون مطرح میکردن و اون سنف به صورت مدون شده و سیستماتیک شده به دولت یا به جامعه مطرح میکرد، به دولت پیشنهاد میکرد یا در مجلس پیشنهاد میکرد. اما مهمترین آنها، یعنی همه آنها رو جمع کنیم، ببینیم که در پدیده‌ای به نام حزب خلاصه میشه و متاسفانه در تمام طول نظام شاهنشاهی 2500 ساله رو که در نظر بگیریم با پدیده‌ای به نام حزب برخورد نمی کنیم. بسیار ممنونم از شما. خب همینجا بذارید به دوستان بگیم که اگر مایل باشن لطف کنید شما شماره تلفنتون رو بگید که توی آلمان چی هست، یا آدرستون. من فیسبوک رو نشون میدم، اون احتیاج نیست، ولی من همینجا الان شماره تلفن رو میگم، شما یادداشت کنید. بفرمایید. 2049 خود آلمان. بله. 0221 خود شهر کل. بله. 78 300 255 شماره تلفن منه. بسیار ممنون. ایمیل منم که دارید دیگه، یزدان ایپسیلون خداوندلو @gmail.com. بسیار ممنون و متشکر. خب من این رو می‌نویسم، ولی به دوستان میگم که اگر مایل باشید که صحبتی، پرسشی یا نظر خودتون رو با آقای یزدان خداوندلو در میون بذارید، لطف کنید با این شماره تلفن
یا با آدرس فیسبوک ایشون یا با ایمیل ایشون مستقیما تماس بگیرید و اگر آقای خداوندلو مایل بود شما رو دعوت کنه در برنامه، ایشون به من میگن، همون جوری که با آقای روزبه مشکین خط تماس گرفتیم. ضمناً در قسمت برنامه خودم گفتم به نظر میرسه که شما بهتر این شخص رو شناختید، چون از اون روز تا حالا ایشون قرار شده که اساسنامش رو برای ما بفرسته و خبری نشد. من دنبال این بودم که اساسنامه حزبی که در جمهوری اسلامی بهش جواز دادن فعالیت کنه ببینم و یکی یکی بخونم، بگم خب آقا این که با این چیزی که جمهوری اسلامی میگه مغایرت داره و ایشون نفرستاده اونو. اگر صدای ما رو آقای روزبه مشکین خط میشنوند، اون اساسنامه اگر هست بفرستن، چون گفتن وبسایتمون اشکال داره براتون میفرستم، نفرستادن و دوستانم با شما تماس بگیرن. بفرمایید بیشتر در رابطه با همین حزب. و شما امروز از من سوال کردید چرا من جزء حزبی نیستم. من گفتم برای که سیستم ما، من در دو تا رژیم بزرگ شدم دیگه، یکی در رژیم پادشاهی که مبصر رو از اول که پدر و مادرمون دیکتاتور خونه بودن، این کلمه دیکتاتور خیلی هم بد نیست، یعنی اونا دیکته میکردن ما چه بگیم چه کار کنیم و ما هم انجام میدادیم. بله بعدن که رفتیم مدرسه معلم ها این کار انجام دادن، بعد دیدیم تو مدرسه یک نهاد دیگه ای هست به نام مبصر که هیچ کس بهش حقوق نمیده ولی بهش یه قدرتی میده که به ماها زور بگه. و حقیقتا این مبصری که در کشورهای دیگه، حتما آلمان هم اینجوریه، به عنوان پرزیدنت یا نماینده بچه ها هست که بتونه با معلم و با ناظم و با مدیر صحبت کنه، توی ایران برعکس بود. اون مبصر شعبون بیمخ یا جاندار ناظم و مدیر و معلم بود و احتمالاً جاسوس اونها هم بود. اجازه میدید درباره مبصر یه پرانتز باز کنم بین حرفای شما؟ بفرمایید. ببینید عموماً اون چیزی که من در کلاس ها میدیدم، خب ما مدرسه رفتیم دیگه، عموماً قلدرترین افراد رو برای مبصر بودن انتخاب میکردن. دقیقاً. خب حالا همینو امتدادش بدید توی جامعه. این یکی از سیاست های اون نهاد سیاست بود که عموماً شرورها رو برای اینکه بتونن کنترلش کنن. در کلاس مثلا به اون قلدره مقام مبصری رو میدادن، بعدم بهش میگفتن، یه چیزای دیکته میکردن که اینطوری و اونطوری، و به این نحو خود اون شرور رو میتونستن کنترل کنن، یعنی با دادن مقام بهش. وقتی که بهش مقام میدادن که میگفتن تو سرپرست هستی، ساکت نگهدار، کنترل کن، حرفا، خود اون خودش رو کنترل میکرد. این میتونست جنبه مثبت داشته باشه، منتها در اون فرهنگی که استبداد اصلا ریشه‌ای و بنیادی هست، خود همین مبصر بعد از یک مدتی تبدیل میشد به یکی از همون اون دیکتاتورهای کوچکتر از اون بزرگترها. بسیار عالی، بله شما کاملا درست میگید. من یادمه هر کسی که خودش فراری بود از مدرسه یا اذیت میکرد یا هیکل گنده‌ای داشت شرور بود. بله ناظم و اینها یه جورایی هم ازش حساب میبردن، اینو میکردن مبصر. به این وسیله این از خودشون میشد و مجبور بود که یه جورایی به اصطلاح هم خودفروش باشه هم دانش آموز فروش باشه تا بتونه دل اونا رو به دست بیاره. بله این خودش شیوه بود دیگه. بله خب شما راجع به حزب سوال کردید، من گفتم که چرا ما در حزب نیستیم. حالا شما با این که میدونید ماها هممون این فلسفه و تئوری دسیسه با همون بزرگ شده، فکر میکنید امروز چه باید کرد که به اصطلاح باور مردم به احزاب قوی بشه و چجوری مردم بتونن احزاب درست حسابی رو از قلابیایی که احتمالاً دیکتاتورها درست میکنن که باز تو اونم بتونن مردم رو کنترل کنن تشخیص بدن؟ یعنی خیلی سوال خوبی کردید. خیلی سوال خوبیه. من به همین خاطر بودش که اون مقاله جمهوری اسلامی و هویت ملی رو اومدم اینجا برای شما اجرا کردم، چرا که این مسئله احزاب پدیده هستن وابسته به نظام جمهوری. در نظام جمهوری هستش که احزاب میتونن فعالیت بکنن، در نظام های سلطنتی یا این مثل اینجا ولایت فقیهی
احزاب مستقل برخواسته از پیکر مردم محلی از عرب ندارن، یعنی اینی که حق فعالیت ندارن. چرا؟ برای اینی که من در یک گفتگوی هم با شما صحبت کردم که احزاب وقتی که در جامعه تشکیل بشه، مردم که تجانس فکری با هم دیگه دارن در این احزاب میرن عضو بشن. مثلا همین آلمان ما که مثلا سوسیال دموکرات ها اومدن تو اسپده جمع شدن که بدنه جامعه و پیکر طبقه متوسط و پایین متوسط هستن و حتی محروم ها. FDP یا اون CDU و CSU نمایندگان کلان سرمایداران و بانکداران و اینا هستن که تو اونجا جمع شدن. و تو FDP مثلا میبینی یه گروه های متوسط جامعه هستن، توی اون کمونیستیش و پارتای تمام کمونیست ها و محروم ها و اونا جمع شدن. خیلی خوب، وقتی که این افراد در درون احزاب توی جامعه میرن عضو میشن، برای با همین عضو شدن یک تکیهگاه برای خودشون پیدا میکنن و این تکیهگاه هستش که بهشون جرأت، جسارت. در این متن من اشاره دادم که توی این احزاب وقتی که شما عضو که باشی، به سادگی میتونی بیای حرفتو توی جامعه بزنی و کسی هم بهت تعرضی نداشته باشه. اما اگر انسان تنهایی باشی بری حرف بزنی، به سادگی مثلا شما رو حذف میکنن. مثلا مثل همون آقای سیرجانی، اون آقای سیرجانی رو دیدین شما هم بهش پرداختین. یه آدمی بود بلند شد رفت توی ایران، در اونجا چون تکیگاه حزبی نداشت، به هیچ دار و دسته وابسته نبود که پشتش باشن، به سادگی ریخته تو خونه شد، زدنش، در به داغونش کردن بردن. این یکی از سیاست های اون نهاد دیانت و سیاسته که جلوگیری کنه از تشکل احزاب. چرا که این خود این احزاب میتونه یه معوایی باشه برای گروه های اجتماعی، که این گروه های اجتماعی توسط این ابزار نیرومند حزبشون تمام مطالباتشون رو میتونن در اون انتخابات ها و در اون چیزا ریاست جمهوری برقرار میشه، برای مجلس برقرار میشه، این حرفا با اون رأیشون به دست بیارن. بسیار ممنونم. من حتی به شما گفتم که یعنی شهروندان یک شهر بدون حزب مثل افراد یتیمی هستن که همه کس میتونن بهشون ظلم کنن و توی سرشون بزنن. بله همینطوره دیگه. شما وقتی که تکیگاه توی جامعه نداشته باشی، این عدم تکیگاه مثلا آدم های یالغوز تنها قرار میگیره که به سادگی اینا رو میشه حذف کرد. شما حتی برین توی نظام های قبلی، مثلا توی دهات یه عصبیت قبیله وجود داشت که اگر فردی از عضو یه قبیله رو یه نفر دیگه از عضو دیگه از قبیله دیگه مثلا میگرفت میکشه یا چه میکرد، عصبیت قبیله به خونخواهی اون چه میکرد. و این عصبیت قبیله که وجود داشت، در این باره خوبی کتاب های بسیار زیادی نوشته شده که همین عصبیت قبیله یعنی تکیگاه اون فرد بود و باعث میشد که اعضای دیگه اینه نتونن به سادگی حذف کنن. یکی از عوامل چیز مدنیت بود برای حفظ حراست جان انسان. حالا ما در اومدیم توی شهر بزرگ، میگیم شهر بزرگ و همه دستاوردهای مادی و معنوی غرب رو هم در اختیار داریم، منتها یک پدیده که مهمترین آنها تشکل باشه رو به عنوان حزب نداریم. تشکل‌های مردمی ها، نه اینی که اونا بیان میگن ما حزب داریم دیگه، هرچی که ما میگیم بلافاصله براش یه دونه المثنى در میاره. دانشگاه اسلامی داریم، علوم انسانی، علوم اسلامی داریم، هرچی براش درست میکنه. خب حالا ما میایم درباره این حزب، حالا چرا ما این رو نداشتیم؟ به خاطر اینی که در ظرف این 37 سالی که نظام جمهوری رو اعلام کردیم، نه درباره نظام جمهوری اومدیم حرف زدیم که نسل جوان متوجه بشه که این نظام جمهوری دارای چه خصوصیاتی و چه توانمندی هایی داره، و همینطور درباره ابزار اجرایی اون توانمندی هاش هم حزب اصلا صحبت نکردیم. تا حالا کسی رو شما زراغ دارید که بیاد درباره نقش احزاب صحبت بکنه؟ بفرمایید. نه، من حالا سوالم اینه که این چیزایی که شما میگید، خب سوالیه که ما میدونیم که بله این کارو نکردن. الان یه نفر مثل شما با این آگاهی هایی که داره، سوال من از شما اینه، خب چرا خود شما یه حزب درست نمی کنید؟ یا چرا اولا من در ایران نیستم. بله. دوما در خارج کشور من بارها گفتم اپوزیسیون نداریم. چرا؟ برای اینکه از این 6-7 میلیونی که در خارج کشور هستن، حالا
اون 30 سال به پایین تراشون که اینجا بزرگ شدن کار ندارم، با جوان کار ندارم. اونایی که میان سال و پا به سن گذارده هستن، مثلا مثل ماها که بالای 50 60 70 اینا هستن، 80 درصدشون 70 80 درصد چینا اینا مرتب میرن ایران رو برمیگردن، میرن ایران رو برمیگردن. بنابراین اینا شامل تو جدول اپوزیسیون ایران قرار نمیگیرن، چون اپوزیسیون تعریف داره. اپوزیسیون به نیروی گفته میشه که مخالف دولت سرکار هست و اینها با این رفت و آمدهاشو که داره میکنن، آقا بلند شده اومده اینجا اعلام پناهندگی سیاسی کرده، همین که پاسش گرفته داره هر سال یا هر دو سال راحت میره میاد، میره میاد، واسطه با واسطه با جمهوری اسلامی هم کاری نداره. از این جماعت شما نمیتونی اپوزیسیون درست کنی، و همین خاطر است که تو خارج کشور که اصلا حرفش نزن، در داخل کشور من و شما هم در داخل کشور نیستیم، و تازه اگرم باشیم نمیتونیم بریم چیزمونو شعارهامونو مطرح کنیم، بریم بگیم آقا من و آقای سربی رفتیم در تاریخ فلان اینم اساسنامه حزب تشکیل دادیم و میخواهیم که میتکلیت جمع کنیم، عضو جمع کنیم. برای اینی که بتونیم عضو جمع کنیم باید چیکار کنیم؟ شعار بدیم. بعدم وقتی که اینا رو جمع کردیم تو اتاق، ببینید هر حزبی داره یه اتاق فکر هست، در اون اتاق فکر هستش که میشینن درباره هر موضوعی که میخوان میتونن بحث کنن. یکی از موضوعات مهم این هستش که در انتخابات مثلا ریاست جمهوری که ما میخوایم رأی بیاریم چه شعارهایی رو انتخاب بکنیم. به عنوان نمونه من به شما میگم آقای سربی بیا توی این شعارها بگنجونیم که از دولت بخواهیم که مدارس ابتدایی جدای پسران و دختران رو به هم مختلط کنن، و به همین خاطر ممکن استش که بسیاری از جوانا به ما رأی بدن. خب شما نظریاتو میدی مخالف میگن، ما در اونجا بحث میکنیم. این استش که در این احزاب استش که برای دادن شعارها بحث میشه و جذابیت اونها و چگونه باید عضو بیشتری داشته باشیم. یه بارم من قبلا مثل یه اشاره کردم، یک حزب نیرومند اون حزبی هستش که اعضاش هرچی بیشتر باشه، و خلاف مثلا انجمنهای ادبی که به اقلیت گرایش دارن، احزاب به اکثریت گرایش دارن. مثلا در همین آلمانی که ما زندگی میکنیم اسپیده همیشه نگاه میکنی 37 تا 42 درصد رأی ها رو میاره، چون برای اینی که یه حزب مردمی هست، سوسیال دموکرات غیره و فلان این حرف هست. اون یکی ها همین 17 18 12 10 9 درصد رو میارن، و همیشه هم برای اینی که دولت تشکیل بده به اون کوچولوها اعتراف میکنن. سیستم بسیار جالبیه. ما یه همچین سیستمی رو در ایران باید پیاده بکنیم، یعنی اینی که اون همون ایرانیار که در اونجا هستن تشویق بکنیم که بگیم آقا جان شما برید حزب تشکیل بدید و حزب مردمی، و سعی کنید میتکیل جمع کنید، عضو جمع کنید، و بعدم در انتخابات در هر چیزی هستش شرکت بکنید. حالا اگه نذاشتن اون موقع میتونید قوز و علاقوز میشین جلوشو میگیر آقا چرا نمیذارید، برای چی نمیذارید. این هستش که ما درباره وجود حزب یعنی تأسیس، و از اون طرف دیگه مردم رو متوجه این مسئله بکنیم، یعنی تشویق بکنیم که آقایون خانما شما باید به یک حزبی بپیوندید. متأ این حزب را کجا باید میتونید پیدا بکنید؟ بریم ببینید شعارهاش و در اساسنامه‌اش چی نوشته. شما الان عنوان نمونه از یه آقایی که در ایران مدعی هست که چندین حزب داره و رئیس کل هسته، اساسنامه رو بفرست ما ببینیم چیه. اگر من و شما این اساسنامه رو در اختیارمون باشه ببریم اهداف مترقی توش هستش، خب ما هم میریم موز میشیم تقاضا میکنیم. بسیار ممنون. فقط حالا یه اشکالی پیش میاد، خود شما میگید که رژیم هایی مثل رژیم جمهوری اسلامی چون جمهوری نیستن و دروغکی اسم جمهوری رو یدک میکشن، پس احزابی که در اونها هستن نمیشه بهشون اطمینان کرد. به همین خاطر هم شما به آقای روزبه مشکین خط گفتید که این حزبی که شما میگید یا وجود خارجی نداره، یا اگه داره به اصطلاح یه جورایی از خود همین میخواستم بگم یه جورایی از خود حکومت سرچشمه میگیره. پس سوال اینجاست، منی که خارجم، شما میگید ما در خارج نمیتونیم حزب داشته باشیم، مثل اینایی که آقای فواد پاشایی اینا حزب مشروطه و فلان اینا، یعنی بی خوده غیر قانونیه. بعد اونی هم که داخل ایرانه شما میگید حکومت نمیذاره باز کنن، یا اگه باز کنن هم اینها همشون فرمایشی هستن، خب چه باید کرد؟ خب بله، اولا باید این مسئله رو بیاییم مطرح کنیم برای مردم، این مسئله روشن کنیم، بگیم که شما تا زمانی که
با افتخار میگه که آقا من هیچ دار دسته نیستم، باز هست هیچ چیزی، با افتخارم میگه. این نه تنها که افتخار نیست بلکه نوع شرمندگی است. شما به عنوان یک عضو جامعه باید متکی به این سازمان ها باشید. من الان مثلا میبینی تا همین یک 6 ماه پیش تحت سرپرستی اداره کار بودم، آرباتسام بودم. بعد که اومدن من رو پیشنهاد چیز کردن بازنشستگی قرار دادن، اومدن فرستادن توی سوسیال آم، اداره اجتماعی، در اونجا چیز کردم. خیلی خوب تو اونجا چی میکنن که چیز مالی من رو تعمیم میکنن. از اون طرف دیگه خیلی خوب، من اگر بخوام چی بکنم، یه واقعی رو من برای شما تعریف کنم. حدود 20 سال پیش توی فاصله ای که آزمایشگاه رو و چیز من قراردادم تمام شده بود که منتظر بودم قراردادهای دیگه بنویسم که منو کار جدید بهم بدن، یک حدود یک سال خورده من بیکار بودم. رفتم پیش این آروات براترینم، یعنی این مسئول من تو اداره کار، گفتم که خانم من الان حدود بالای یک سال بیکار هستم و این درست نیستش که من اینجا پول بیکاری از شما بگیرم و مفتم که چیز بکنم، یک کاری به من بدید. گفتش ما الان اینجا که در کار چیز آزمایشگاه فعلا در اختیار نداریم، شما الان اگه میخواید مشغول بشید برید سایت آربایت. سایت آربایت یعنی چی؟ یعنی یه مؤسسه هایی هستن که تو هر خیابون یه دونه باز شده که یه آقایه یه خانومیه یه اتاق بود با یه دونه تلفن نشسته اونجا یه دفتری باز کرده برای خودش، رابطه بین کسایی که توی سطح شهر کارگر احتیاج دارن و بیکار هست. من به عنوان بیکار میرم خودم اونجا منده میکنم، یعنی معرفی میکنم تو اونجا هستم و این آقا مرتب تلفنشو برمیداره میگه آقای خدا بنده رو فلان ساعت برو فلان جا، خودت اونجا معرفی کن فلان، بعد میریم اونجا مثلا سه روز اونجا کاره، پس برداشت میگه برو فلان جا در اونجا. حالا اون روزی که من رفته بودم اونجا خودم به اون معرفی بکنم، برای من داشت پروتکل منو پر میکرد، یه سوال عجیبی از من کرد. من یه مقدار تعجب کردم، گفتش که زنزی میت کلید عین پارتای، یعنی اینی که عضو یک حزبی هستی. من خب طبیعتاً چون نبودم گفتم نه من نیستم. بعداً از یه دونه سوپروایزر دیگه در اونجا کار میکردم گفتم این آقای از من یه همچین سوالی کرد، گفت تو چی گفتی؟ گفتم من گفتم نیستم. گفت اگر میگفتی عضو حزب هستم به تو کار نمیداد، بیرونت میکرد. چرا؟ برای اینی که اینجا هم وقتی که شما رو میخواد به کاری دعوت بکنه میگه عضو حزب هستی یا نه، چون اگه عضو حزب باشی فردا با همین آقا مشکل پیدا بکنی پدرت بابا رو همه اون وکیلای حزب در میارن، یعنی میدونن که این بابا تکیگاه داره، این به همین سادگی نمیتونن بیرونش کنن، نمیتونن زور بهش بگن، نمیدونن چی بگن. خب همین مسئله رو ما باید برای مخصوصا نسل جوان توضیح بدیم که آقایون شما باید این روحیه رو که عضو هیچ حزبی نیستم و از احزاب پرهیز میکنید رو بگذارید کنار و برید دنبال این احزابی باشید. متاسفانه در ایران احزاب مردمی وجود نداره. حالا من و شما بیاییم فردا تبلیغ کنیم که جوانات برین توی حزب چیز بکنید که در اونجا عضو بشین و تکیگاه اجتماعی پیدا بکنید. کی رو من و شما میتونیم معرفی بکنید؟ بالاخره باز سوال برجاست، پس چه باید کرد؟ خب همین مسئله هستش که بعد همین تنها کاری که من دارم میکنم این هستش که اول دربارش صحبت بکنیم. یعنی من اینجا میام اصلا صحبت میکنم، میگم وقتی که انسان عضو یک حزب باشه یعنی داره یه تکیگاه، یعنی به یه دار دسته به یه جایی وابسته است، به همین سادگی توی جامعه نمیتونن بهش اذیتش کنن. همینطوری که مثلا میبینی تو خانواده میدونستن، مثلا میبینی من توی خانواده هستم 6 7 تا برادر دارم و همسایه میگفت نه بابا نمیشه، یعنی میزنه برادرش فردا میام منو میزنه نه، چون میدونه اون تکیگاه خانواده، حالا تکیگاه بزرگتر قبیله، تکیگاه بزرگتر از اون کشور. و اون مسئله این است. الان من و شما به عنوان یه ایرانی هستیم، یه کسی درباره ایران بعد بگه خب من و شما در مقابلش ما میزیم. چرا؟ برای اینکه اون ایران تکیگاه کلی ما. حالا در واحد کوچکتر بیایم در احزاب باید خودمون رو متشکل کنیم. حالا برای اینکه این احزاب وجود نداره تلاش بکنیم ببینیم که چگونه میشه این احزاب رو به وجود آورد. حالا در خارج تعدادی برای خودشون نمیدونم شورای نگهبان و مقاومت و فلان درست کردن معمان که حزب نیستونن، اونم یه دار و دسته ای هستش که
اصلا نزدیک بهش بشی اونجا چه میکنی؟ همه این آقایی که اعلیحضرت اومد رفت یه دونه درست کرد در اون روز سوق زده، چقدر از همین کل ما افراد رفته بودن. من عکسشو ندارم که توی چیز اونجا فرانسه رفته بودن، نه تو فرانسه، نه تو توی این کشور پرلوی اینجا رفته بودن، تو اونجاش بود. یه مرتبه من اونجا چیزش بودم، چند سال پیش رفته بودم برای چیز این که قبر کافکا تو کجاست این کشوره، تو اونجا برگزار کرده بودن. آقا من چقدر افراد دیدم که همین تو کلن دونه دونه شو نمیشناسم، چه آدم های پدرسوزه یه مثلا رفتن اونجا، رفته بودن جمع شده بودن اونجا، بعد دونه دونه زدن بیرون. بعد اینجا من تو شهر دیدم، گفتم خب رفته توی این شورای مندی شده چی شد؟ آقا بلش کن بلان این حرفا، این بابا رفته بوده ببینه اونجا یه چیزی گیرش بیاد، ما یه پول دنبال پول بودن. بسیار ممنون. بله خب اگر صحبتی هست بفرمایید. من در طی برنامه تلفن شما رو نشون دادم، ایمیل شما رو نشون دادم، فیسبوک شما که دوستان باهاش آشنا هستن. خیلی اسم من فکر نمی‌کنم اسم شما دوتایی نداره، یونیک هست. یعنی توی فیسبوک وقتی بزنید یزدان خداوندلو فقط یه دونه میاد، اونم شما هستید. البته یزدان یکی دوتا دیگه هم هستن ولی خداوندلو نداره. ببینه آی سوربی، من میخواستم در این گفتگویی که ما امروز اینجا حداقل یا حد اکثر نیم ساعت طول بخواد بکشه و اکثر چیزش هم رفته، چند دقیقه دیگه باقی مونده، یه موضوعی رو من برای شما مطرح کنم. قبلا هم گفتم شما میتونید برای من تعریف اقلیت و اکثریت رو ارائه بدید. نه من اتفاقا قدیما باورم بر این بود که توی جامعه اکثریت وقتی تصمیم گرفت اجرا بشه و این و اون، بعد یاد گرفتم فهمیدم که جامعه ای درسته که رأی اکثریته، ولی حق و حقوق اقلیت داخلش رعایت بشه. به نظر من جامعه ای بهتر از اونه که اصلا چیزی به نام اقلیت و اکثریت وجود نداشته باشه و همه ببینید من خواستم یه روزی درباره این نظام جمهوری وقتی که صحبت میکنم، در نظام جمهوری یکی از خصوصیات مثبتش این استش که پدیده ای به نام اقلیت و اکثریت از میان برداشته میشه. چرا؟ برای اینکه در مثلا انتخابات ریاست جمهوری تمام اهالی کشور میتونن به هر فردی کاندیدایی که شده رأی بدن و در اینجا دیگه اقلیت اکثریت مطرح نیست. بعد من اومدم خیلی خوب خواستم برای این مطلب رو به عنوان اقلیت اکثریت یک مقاله دربارش بنویسم. به همین کتاب‌های سیاسی مثلا این سامان اجتماعی مال هانتینگتون مراجعه کردم که درباره اقلیت و اکثریت زیر مطلب بود. به اینترنت مراجعه کردم، دیدم که تمام مطالبی که تو این اینترنت درباره اقلیت و اکثریت هست، یعنی تا اونجایی که 20 تا مقاله رو من خوندم، عموما اشاره کردن به اقلیت‌های مذهبی، قومی، نژادی و متأسفانه هیچ کدوم از اینها به اقلیت سلطنت طلب و اقلیت روحانی اصلا اشاره نکردن. من اینجا کوتاه توضیح میدم تعریف اقلیت و اکثریت. اقلیت از نظر کمیت کوچک و اکثریت دارای کمیتی بزرگ، و در جامعه شناسی سیاسی اقلیت به گروهی گفته می شود در کنار یا مقابل اکثریت قرار دارد، مثل اقلیت های قومی، نژادی، مذهبی که تاکنون با تأسف بسیار به شاخصترین تافته جدا بافته اقلیت امتیاز طلب سلطنت پرست و اقلیت جاه طلب روحانی در درون اکثریت اشاره نشده است. این مسئله رو من میخواستم بگم که بابا جان تا زمانی که نظام سلطنت و ولایت فقیه وجود داره همیشه یک اقلیتی پدرسوخته در اونجا جمع میشن که سلطه بر اکثریت داشته باشن. در نظام جمهوری این اقلیت حذف میشه. بفرمایید. خب تو همون سیستم آلمان با وجودی که باور داریم دموکراتیک هست سیستمش، ولی خود شما گفتید که یک حزبی 49-50 بیش از 50% یعنی در اکثریت به سر میبره، یه حزبی اقلیت رو داره. چرا توی این سیستم ها هم همون ماجرای اقلیت و اکثریت هست؟ ضمن این که میدونیم با وجودی که اقلیت و اکثریت هست باز اونها نمایندگان خودشون رو دارن از به اصطلاح توی مجلس.
ما ببینید در اینجا اون اقلیت و اکثریتی که داریم من دارم ازش صحبت میکنم، مثلا مثل اون درباریان و اون متولیان نهاد دیانت یعنی اون فیضیه ها در اینجا وجود ندارن. ممکنه تا خیلی از روحانیون هستن که میاد میره خیلی هم رأی میده. در اینجا دو تا حزب بزرگ نیرومندی هست مثل الگوهاش توی آمریکا. در اینجا یه اسپده ما داریم که عموماً 37-40% رأی رو میاره، در مقابلش یه CDU و CSU داریم که اینا بهش میگن تختر گزلشافت، یعنی اینه که دو تا دختری هستن که با هم دیگه اتحاد کردن، یکیش 17%، یکیش 18%، دو تایی 35-37-40% رأی میارن. بعد در انتخابات مهم این دو تا رقیب هستن. بعد وقتی که هر کدوم که اکثریت آوردن میرن اون احزاب کوچکتری مثل افتبه که عموما 12% میاره، گرونه که اونم قبلا 8% 7% بود که از بدنه اسپده جدا شده بود، یه مقدار تمایلات کمونیستی هم داشت، اونا هم 7-8% میارن، توی تازگی ها 10-12% رای میارن. بعد یه گروه دیگه کمونیستی شو پارتای هست که قبلا ضعیف بودن 3-4% رای میاوردن، بعد DDR که به آلمان مخروط شد اونا هم ریختن اینجا، الان اونا هم 7-8% و نماینده در پارلمان دارن. و این دو تا حزب بزرگ یعنی اسپده و CDU/CSU میخوان وقتی که دولت تشکیل بدن میان به این احزاب کوچکتر که هر کدوم 12 تا دارن، 8 تا دارن، 10 تا دارن که اینا نیاز دارن به اون 52% رو تامین کنن، میان به اینا وعده میدن، با اینا ائتلاف میکنن، میگن که آقا به پستای فلان و فلان به شما میدیم، شما بیاین رأیتون بدیم به ما دولت تشکیل بدیم. در فرانسه هم همین کارو میکنن، در انگلیس هم همونجا اون حزب کارگر و حزب اون یکی چی اسمش حزب کارگر نه توی آمریکا حزب جمهوری در آمریکا دموکرات ها و جمهوری ها هستن، در انگلیس هم حزب جمهور حزب دو تا محافظه کار و لیبر دیپا بله کارگر بله این دوتا هستن، این دوتا هستن، منتها اینا هر کدوم هم یه سری احزاب کوچولو هم دارن. این بسیار سیستم خوبیه که اون که احزاب کوچکی رو برمیداره میاره یه سری مطالبات میدن. چند وقت پیش مثلا در فرانسه اومده بودن همین برنامه رو چیز کردن، بعد اون حزب بزرگه که این حزب کوچیکه رو دعوت کرده بود بهش یه سری وعده هایی داده بود، بعد وقتی که رئیس دولت شده و دولت تشکیل دادن این چند نفر رو باز اخراج کرد، دعوا شد، ریختن تو خیابون، یارو شده این حرفا، حالا دیگه از این غلطا نمی کنن. خب در ایران هم ما باید یه همچین وضعی رو بتونیم پیاده کنیم. اولا درباره خود نظام جمهوری باید بحث بکنیم که چه نظامی است، داره چه خصوصیاتی است و مزایایش نسبت به نظام سلطنت ولایت فقیه چی است، و در این حال ابزار اجرایی آن یعنی احزاب رو دربارش تبلیغ کنیم، دربارش بحث کنیم، مطلب بنویسیم، برنامه اینطوری ترتیب بدیم و بذاریم تو یوتیوب مردم گوش کنن. بسیار ممنون آقای خداوندلو. شما گفتید فردا شب یه جایی برنامه‌ای دارید، اگه این برنامه عمومی است لطف کنید بگید کجا هست، دوستان میتونن بیان یا نه؟ اگه بله این برنامه جلسه ما هست، ما یه 30-40 نفری هستیم توی شهر کل، هر ماه دو جلسه پنجشنبه ها در یک کلیسایی هستش که اونجا رو اجاره کردیم، اونجا جمع میشیم، مثلا همین یه حزبی هستیم، ما اونجا حرفامون رو میزنیم، بحث میکنیم، اخبار رو میگیم، هر کسی یه مطلب میبینیم مقاله، من مثلا همین چیز جمهوری رو اونجا خوندم درباره همین احزاب، این درباره احزاب رو فرداش هم اونجا میخوام من بحث کنم، همین سرخط رو بخونم، بعدم اینجا همه اینا رو دونه دونه اینا رو که بهشون از هر کدوم یه دونه بهشون دادم گفتم تو خونتون بخونید، بعد اون شب بیارید فردا و درباره اینجا سرخطا خیلی بزیاد، مثلا رشد ملی گرایی، خب درباره چگونه رشد ملی گرایی صورت بگیره من توضیح میدم برای شما، یا مثلا میبینید آموزش سیاسی رو احزاب میتونن بالا ببرن، خب برای اینی که وقتی که ما حزب تشکیل بدیم این حزب خب یه میتگیری چافته میگیره، یعنی یه شهریه ای از اون اعضاش بگیره، و چون مثلا اگر 1,000,000 باشن یه پول قابل توجهی داره، میتونه رسانه داشته باشه، میتونه تلویزیون داشته باشه، میتونه روزنامه داشته باشه، تبلیغات بکنه و تشکیلات داشته باشه. مثلا این آقایی که مشکل خط میگه تشکیلات، آقا تشکیلات کجاست؟ اون تشکیلات رو صحبت بکن ببینید. مهمتری مسئلهش همین مسئله گفتی آقا اساسنامه رو بفرست ما نگاه کنیم ببینیم چیه. اگه یه مقدار جنبه‌های مردمی داشته باشه ما هم میریم عضو میشیم. بسیار ممنونم.
اگر کسی بخواد فردا اونجا شرکت کنه با شما تماس بگیره یا من همینجا اینو من فردا که البته چیزی ندارم، فردا ما اونجا همیشه جمع میشیم، هر ماه دو جلسه جمع میشیم بحث میکنیم. فردا میخوام درباره همه این نقش احزاب در اداره جامعه صحبت من بکنم و هر کس هم که دوست داشته باشن. منتها این صحبت امروزی ما رو حالا من فردا میذارم توی چیست که شما درست کرد تدوینش کردید، به لینک در بردیش میذارمش توی فیسبوک تو گروه های مختلف اونجا چه میشه. بله این کار تا یه نیم ساعت یه ساعت بعد از برنامه انجام میشه. یه صحبتی شما درباره همین مقاله‌ای که به صورت جزوه چاپ کردید، این روی اینترنت نیست که بشه لینکش رو یا خودش رو به صورت پی دی اف به دوستان؟ چرا من میتونم همینو الان بیارم بگذارم. نقش احزاب بارها اینو اشتراک گذاری کردم، یه میزه گردم گذاشتم که اونجا هر حزبی داره یه اتاق گفتمانه. بله خب اگر این کار رو انجام بدید، اتاق گفتمان هستش که اتاق فکره، در اونجا تصمیم گیری ها میشه. اگه این کار انجام جمهوری اسلامی هر جا که میرن یه اتاق فکر درست میکنن میگن ها اینا جاسوسن، اینا چه هستن، این نفرت انگیزه. آقا جان ما چند نفر جمع شدیم تو این جامعه میخوام درباره مسائل خودمون حرف بزنیم، به تو چه مربوطه؟ بله اگه لطف کنید این لینکشو برای من بفرستید زیر همین برنامه امروز که با یوتیوب میذاریم، اون قسمت پایین به غیر از اینکه شماره تلفن و ایمیل و فیسبوک شما رو میذاریم، لینک این جزوه رو هم میذاریم. اگه موضوع دیگه ای هست بفرمایید، اگه نه که از دوستان بخوایم که اگر صحبتی دارن با من و شما تماس بگیرن، بیشتر با شما کمتر با من، و باز هم به اونا هم میگم به غیر از این که اونها هم میتونن برنامه های خودشون رو داشته باشن، میتونن در برنامه های شما هم به عنوان کسی که شما رو به چالش میکشه، دعوت به مناظره میکنه، میتونن شرکت کنن. البته دیدیم که آقای روزبه مشکین خط آمدن تا اونجایی که میشد صحبت کردن، ولی اونجایی که قرار شد آمریکایی ها میگن که put it in writing، یعنی بنویس اون چیزی رو که میگی بنویس، اونجایی که قرار شد یه نوشته بدن دست ما، برعکس شما که همیشه نوشته هاتون دستتون هست، ایشون دیگه پیداش نشد. امیدواریم سلامت باشه، اتفاقی براش نیفتاده باشه و منتظر اساسنامه حزب ایشون هم هستیم. بله خواهش میکنم. من سوال خاصی ندارم، من فقط اینو نوشتم برای شما فرستادم که شما اگر درباره هر کدوم از این سرخط ها که سوالی دارید میتونید سوال بکنید، در حد یک تا دو دقیقه من اونو توضیح میدم. مثلا رشد ملی‌گرایی یا رویکرد به طبیعت، اینا مسائلی هستش که در نظام جمهوری اتفاق میفته. یعنی ما میتونیم در اینجا در نظام جمهوری وقتی که میایم درباره مثلا انتخابات میخوایم به چیزها بدیم، این مسائل رو به بحث میذاریم. توی هر حزبی وقتی که تشکیلاتی داشته باشه درباره مثلا ببینید طبیعت گرایی صحبت بکنیم، ما چرا مثلا ببینید جامعهمون وضعیت تمام سیستم چیز محیط زیست ما داره تخریب میشه. همینجا یه چند شب پیش توی همین جلسه همین مطرح شد، گفتم آقا جان ما رو در این هزاره اخیر، هزار ساله که ما رو دیدگاهمون از زمین و طبیعت گرامی معطوف آسمان کردند بر ستایش یک پدیده موهوم و ستایش و تحویه اون ارجا به نام الله، و انقدر این کار ما انجام دادیم که زمین زیر پا و طبیعت گرامی رو فراموش کردیم. به این خاطر استش که هیچ مهر و عطوفتی و لطف و مرحمتی نسبت به طبیعت بومیمون نداریم. این ریشش در اونجاست، یه پدیده فلسفی است. ما تا زمانی که دیدگاهمون از آسمان و ستایش الله به زمین و طبیعت معطوف نکنیم، وضع به همینجا با درب روی همین باشه میچرخه. بسیار ممنونم از شما. خب پس بازم همین سوال برای دوستان باقی مونه که اگر این متن و مقاله ها رو میخونن و سوالی براشون پیش میاد حتما بپرسن، اگر نظری هم دارن نظراتشون رو با من و شما در میون بذارن. بسیار مرسی، روز خوبی داشته باشید، به امید دیدار شما در هفته آینده. خواهش میکنم، قربانت برم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای یزدان خداوندلو بودیم. اگر شما هم مایل هستید که برنامه های خودتون رو داشته باشید تماس بگیرید و این کار به آسانی انجام میشه. این روزها با بودن اسکایپ و وسایل دیگه این امکان واقعا برای هر کسی هست و میشه گفت که دیگه عذری موجه نیست. امروز ساعت 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینوی هستیم با برنامه‌های جالبشون از تگزاس. پس بریم یه مقداری به شعرهای
خیام گوش بدیم با صدای آقای احمد شاملو و نوای شجریان و پس از اون با آقای پرویز مینویی از تگزاس خواهیم بود. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم و برای تماس با آقای خدابندلو یا در حین دیدن ویدیو اون شماره تلفن و ایمیل آدرسی که دیدید یا اگر هم روی یوتیوب هستید اون پایین در یه باکس پایین ویدیو ایمیل ایشون، شماره تلفن مستقیمشون، آدرس فیسبوکشون هست و تا اونجایی که امکان داره ما سعی میکنیم که هر کسی میاد صحبت میکنه مسئول باشه، پاسخگو باشه. ای کاش روزی مسئولین دولت هم یاد بگیرن که شما اولا نوکر و کارمند مردم هستید، دوما کلمه مسئول یعنی این که اگر سوالی هست شما باید پاسخ بگید و اگر شما پاسخ گفتید و معلوم شد که شما مقصر بودید شما را محاکمه کنند و اگر جرمی اتفاق افتاده و محکوم شدید به قول معروف اون جریمه و اینها را هم پرداخت کنید. خب بریم و برنامه ها رو دنبال کنیم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.